بهروز صمدبگی در استودیو با ما همراه برای مرور واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی. بهروز. بله روزی، تا همونطور که گفتید شبکه‌های اجتماعی در آمریکا به شدت تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفتن و یک فضای احساسی خاصی حاکم شده. بعضی ابراز تأسف و نگرانی می‌کنن از اینکه این روند به کجا خواهد انجامید و بعضی ها هم خیلی خشمگین هستند. در این بین ایده‌ای از کاربران هشدار میدن که باید از دمیدن به فضای تنش آلود و احساسی خودداری کرد. نمونه ای از واکنش کاربران رو هم براتون انتخاب کردیم. مثلا میگن که میشه با پلیس همراه بود و کمکش کرد در این حادثه و همچنان منتقد برخوردهای اخیر بود و خواستار بهبود عملکرد پلیس شد و این دوتا رو نباید با هم قاطی کرد. همچنان ادامه داره این واکنش ها و جالبی که خود پلیس دالاس هم خیلی فعال بود در شبکه‌های مجازی و حتی از امکانات پخش زنده پریسکوپ هم استفاده کرد. اما جنجالی ترین توییت همینی که میبینید بود که عکس یک فرد سیاه پوست یا اونطور که در آمریکا میگن آمریکایی آفریقایی تبار رو به عنوان مظنون منتشر کرد و بعد مشخص شد که گویا اشتباه بوده. خیلی‌ها به پلیس خورده گرفتن که چرا سریعا این آمریکایی آفریقایی تبار رو چون اسلحه حمل می‌کرده به عنوان مظنون معرفی کرده. از طرف دیگه تیراندازی دالاس در شبکه‌های اجتماعی با حادثه 11 سپتامبر 2011 مقایسه شده که برای آمریکایی‌ها تداعی کننده خاطره بسیار ناگواریه. در واقع بی ارتباط هم نیست این مقایسه، چون از همون زمان تا الان این بیشترین تعداد پلیس آمریکاست که در یک رویداد کشته میشن. میبینید که در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌های زیادی از وقوع این حادثه مخابره شده. واقعاً این پوشش شهروند خبرنگارا گسترده بوده، حتی در واقع نهادهای خبری هم به اونها استناد کردند و همچنان ادامه داره. خیلی ها دارن با استناد به این فیلم ها تفسیر میکنن که چرا یک راهپیمایی آرام باعث چنین اتفاقی شده و این جو ترس و رعب و وحشت رو در بین مردم به وجود آورده. نمونه هایی از همین فیلم ها رو که توسط کاربران شبکه های اجتماعی در واقع تهیه شده و به اشتراک گذاشته شده میبینید.